همزمان با اعلام تحریم 18 بانک و نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده وزیر خارجه ای آمریکا میگوید هدف تحریم های آمریکا مقام های فاسد رژیم ایران هستند فراد پولادی گزارش میدهد مایک پامپو وزیر خارجه ایالات متحده بعد از اعلام تحریم 18 بانک و نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گفت که هدف تحریم های آمریکا رژیم ایران و مقام های فاسده آن است آقای پامپو گفت که به رغم درخواست مقامات وزارت بهداشت ایران جهت اختصاص منابع مالی برای مقابله با کرونا خامنه ای به جای این درخواست بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را افزایش داد که هر روز به تهدید و ارعاب مردم ایران مشغولند وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت گفت متحده همچنان در کنار مردم ایران ایستاده است مردم رنجیده ای که قربانیان دیرینه چپاولگری رژیم هستند تحریم 18 بانک و نهاد مالی روز پنجشنبه توسط وزارت خزانه آمریکا اعلام شد استیو منوشن وزیر خزانه داری آمریکا در مورد این تحریم ها گفت اقدام ما نشان دهنده تعهدمان برای جلوگیری از دسترسی غیرقانونی به دلار آمریکاست. وزیر خزانه داری آمریکا هم تاکید کرد تحریم جدید محدودیتی برای انجام معاملات بشردوستانه برای حمایت از مردم ایران ایجاد نمی کنن. در همین راستا سناتور تد کروز عضو کمیته روابط خارجی سنا از اقدام دولت پرزیدنت ترامپ در مسدود کردن دستیابی تهران به سیستم مالی جهانی تقدیر کرد به گفته او رژیم ایران از این سیستم مالی برای بی‌ثبات سازی در منطقه استفاده می‌کرد ایالات متحده می‌گوید جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دولت حامی تروریست در جهان است و در دو سال اخیر دولت پرزیدنت ترامپ کارزار فشار حد اکثری علیه رژیم ایران را اعمال کرده است فرهاد پولادی صدای آمریکا